خانم فرید، به واسطه یه پوشش سخنرانی آقای پومپئو به لس آنجلس سفر کردید و بعد از اون هم موندید تا بازتاب‌ها رو ببینید. اگر می‌خوام یک گزارش کلی بدید از بازتاب‌هایی که سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به لس آنجلس داشت، چگونه است در جامعه ایرانی، در جامعه غیر ایرانی که اینجا داره زندگی می‌کنه، یا به عبارتی بهتر در سایر حتی نقاط جهان؟ حتماً خوشحال میشم. اجازه بدید یکم آقای پومپئو به شما معرفی کنم، چون معمولاً دیدم که تو رسانه‌های فارسی زبان انقدر راجبش اشاره نشده. ایشون یه گذشته خیلی جالب و متفاوت داره. سرباز بوده در ارتش آمریکا، بعد ایشون از مدرسه نظامی مقام اول رو گرفتن وقتی که داشتن فارغ التحصیل می شدن، از دانشگاه هاروارد وکالتشون رو گرفتن، بعد دو دوره نماینده مجلس بودن. ایشون متولد کالیفرنیا هستن، خودش بچه کالیفرنیاست و خیلی خوشحال بود که اومده اینجا. و راجع به کتابخونه رونالد ریگن میدونید که یک کتابخونه خیلی محبوبیه و این براش خیلی افتخار بود که بیاد اینجا و به نظر من به عنوان یه شهروند آمریکایی ایرانی تبار یه افتخارم برای من بود، چون من ایران و آمریکا رو بیشتر از 10 سال پوشش میدم و تحقیق میکنم و هیچ باری ما ندیدیم که یک مقام بلندپایه‌ای بیاد به دیدن ما، به اصطلاح به پایتخت ایرانیای خارج از کشور. و همینطوری که دیدید از آدمای مختلفی، حتی مخالفان ایشون هم دعوت شده بودن از مذاهب مشاغل مختلف که بیان این سخنرانی ایشون رو ببینن. برگردم به سوال شما که بازتابا چی بوده. یه مقداری به عنوان هم خبرنگار هم محقق من یکم خوشحال نبودم از بعضی از این تحلیلای نادرستی که شده. برای مثال گفتن که آقای پومپئو حرف جدیدی نداشت. آقای پومپئو کاملا حرفشون جدید بود. ایشون گفتن که بعد از 40 سال ایالات متحده دیگه ساکت نمیشینه و قراره پشت مردم و در کنار مردم ایران باشه. و گفتن که از این به بعد قراره تحریم‌ها شدیدتر بشه و همینطوری که یادتون هست گفتن که تا 4 نوامبر، همون روز معروفی که 52 گروگان آمریکایی 52 دیپلمات آمریکایی رو گروگان گرفتن، قراره تا 4 نوامبر امسال انقدر تحریم‌ها رو شدید کنه که فروش نفت ایران رو به صفر برسونه. این به نظر من حرف جدید ایشون بود. یه تحلیل اشتباه دیگه که شده که اصلاً درست نیست و من واقعاً از شما بیننده‌های عزیز تمنا میکنم که اینو حتماً جدی بگیرید، ایالات متحده قرار نیست با ایران به جنگ بره. سیاست دولت آمریکا اینه که کمر جمهوری اسلامی رو از طریق تحریم‌های شدید بشکونه و نذاره جلوی فعالیت‌هاشون رو، به خصوص فعالیت‌های مخرب و نقش مخربی که در همسایه ایران بازی می‌کنن رو جلوشو بگیره. خود آقای ترامپ اگه یادتون باشه زمانی که اون موقع زمان آقای بوش ایالات متحده با عراق به جنگ رفت خیلی مخالف این جنگ بود و ایشون اصلا باور نداره که پول بیخود مردم و جون سربازای آمریکایی در این راه باید بره. پس یه سری گروهای تبلیغاتی خودتون میدونید. اتفاقا به همه این مسائل میخوام بپردازم، اما قبل از اون بازتاب صحبت‌های آقای پومپئو بلافاصله در کنگره آمریکا نمود پیدا کرد وقتی که در جلسه استنا نشست و پاسخگوی سناتورهای ارشد و به توضیح سیاست خارجی پرداخت. مشخصا سوالم اینجاست که اون چه که در این دیدار با آقای پومپئو، حالا به هر حال گروهی از ما ایرانی ها این اکسس رو داشتیم، دسترسی رو داشتیم که مستقیما با ایشون صحبت نزدیک داشته باشیم بر فضای خاص و پرایویتی که وجود داشت، میخوام ببینم آیا این پیام هایی که به ایشون انتقال داده شده بود از جامعه ایرانی یا از این گفتگوها، آیا در صحبت هاشون چه در جلسه تخصصی سنا و چه در نشست همین امروز آزادی مذاهب که آقای پومپئو باز در مورد ایران صحبت کردن نمود پیدا کرده یا خیر؟ 100%. ایشون تمرکزشون از اولی که اومد وارد سر کار نشست این بود که تکلیف کره شمالی و ایران رو روشن کنه. همونطوری که دیدین که سخنرانیش هم اکیدن گفتش که دیگه بعد از 40 سال دیگه قرار نیست ایالات متحده کنار بشینه و کاری نکنه و ساکت نخواهد نشست. به دنبال سفرش اومد یه سری با آمریکایی ایرانی تبار صحبت کرد، به اینا هم گوش کرد، حالا رفته با سناتورا و خودش هم چون نماینده مجلس بوده، دیدین که با آقای کاتن هم اومده بود، یه ارتباط نزدیکی هم با اون قانون مردا داره و از اون قدرت قبلیش و آشنایی قبلیش داره استفاده میکنه که فشار رو بذاره نه فقط رو ایران بلکه بر متحدای آمریکا که اونا هم با ایران بزنس نکنه. یعنی در حقیقت تلاش ایشون نشان میده که
عزم آقای پومپئو و دستگاه دیپلماسی خارجی آمریکا جزم هست برای رساندن این موضوع به مقصد که این مسئله حل بشه، ولی از طریق گذاشتن تحریم‌های شدید و حمایت مردم ایران، نه از طریق جنگ. خانم فرید، یه سری از منتقدان من اینکه میپرسن، به هر حال من بعد سوالی رو بپرسم که بشه پاسخ داد، خصوصا وقتی منتقدانی صحبتایی رو مطرح میکنن که شائبه هایی رو در ذهن جامعه ایجاد میکنه. یک سری از منتقدان معتقد بودن که تیم میز ایران در دستگاه دیپلماسی آمریکا نسبت به قبل تغییری نکرده، برخی از چهره هایی که حالا یا منصوب بودن یا نزدیک بودن یا حتی وابسته بودن به گروه هایی که قبلا برای توافق اتمی فعالیت میکردن و ما به عنوان لابی غیر رسمی جمهوری اسلامی اینجا میشناسیمشون، اینا هنوز این آفیس هستن، در قدرت هستن. آیا واقعا این تغییر لازم هست برای اینکه مسیر سیاست خارجی تغییر کنه، یا این کارمندها میتونن همون کارمندها باشن ولی مسیر سیاست خارجی پیش بره؟ به یه نکته خیلی جالبی شما اشاره کردید. ممکنه که همه کسایی که اونجا کار میکنن به اصطلاح به کدوم سمت و سو هستن و نظر شخصی خودشون چیه فرقی نداره، وقتی که یک رئیس جمهوری میشینه پشت میزش و وزیر خارجه میاد سر کار، هر سیاستی که ایشون بخواد و اونا باید اجرا کنن. یعنی اونا در اصل اومدن سر کار که اجرا کننده این برنامه باشن، هر کی هم اجرا نکنه مطمئنا میذارنش کنار. به خاطر همین ایرانی‌ها نباید نگران باشن که اگه فکر میکنن یه شخص یا چند شخص دیگه‌ای در میز ایران یا در جاهای دیگه وزارت خارجه قراره شیطنت کنن، چون وقتی که اساسا این شیطنت کردن در سیستم آمریکایی وجود داره یا وجود نداره؟ به هر حال در هر سیستمی خودتون میدونید در سیاست همیشه شیطنت هست، ولی وقتی که ایشون عزم خیلی راسخی داره که میگم میخواد این مسئله ایران حل شه، به نتیجه برسه و مردم بتونن نتیجه، و اگر دقت کنین خیلی محکم گفتش که ایرانی‌ها احتیاجی ندارن مملکتشون رو ترک کنن تا آزاد زندگی کنن و امیدواره یک ایرانی رو به وجود بیاره که همون جوری که در ایالات متحده ما میتونیم از این آزادی استفاده کنیم، اونا هم بتونن در مملکت خودشون با آزادی زندگی کنن. یک نکته دیگه برمیگرده به خود آقای ترامپ. شما اشاره کردید که آقای ترامپ خب اساسا با جنگ مخالف، اتفاقا می‌خواستم اینو باز کنیم به پیشینشون هم برگردیم و نگاه کنیم، کمون که حتی به آقای اوباما هم دو دفعه در مورد حمله به ایران تذکر داده بود و گفته بود که اوباما اگر دست به همچین اقدامی بزنه این اقدام غلط، یا گفته بود که ممکنه اوباما برای سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های خودش اقدام کنه به یه حمله نظامی به ایران. در مورد این مسئله دو بار آقای ترامپ دست کم من در توییت‌هاش دیدم که اشاره کرده بوده. بعضی‌ها معتقدن که آقای ترامپ امروز یه حرفی می‌زنه فردی حرف دیگه و صحبتش عوض میکنه. در موارد متعدد مختلفی هم شاهد بودیم که این اخلاق رو آقای رئیس جمهور داره، حتی با همون ادبیات بسیار تند و محکم در مقابل ایران ایستاد و گفتش که شما حق ندارید که دیگه هرگز و هرگز ما رو تهدید کنید. فرداش هم اگرش که ما آماده یک توافق واقعی با ایران هستیم. این یک بام و دو هوا بودن، این نمیدونم، این رنگ عوض کردن، این سیاست، این چیز، شما بهتر شاید به دلیل اینکه به وایت هاوس نزدیک هستین بتونید توضیح بدین. البته اینم خدمتتون عرض کنم، اون صحبت‌های تند آقای ترامپ بعد از این اومد که آقای روحانی شروع کردن توییت کردن بعد از صحبت‌های وزیر خارجه. همینطوری ترامپ شروع نکرد که جواب بده به اون تندی. اصولاً آقای ترامپ آدمی نیست که دیپلماسی به خرج بده. همین جوری که تو ذهنش هرچی هست میگه، اگرم یکی بهش یه مش بزنه با دوتا مش جوابشو میده. این مدل آقای ترامپه. ولی در ارتباط با ایران یه نکته‌ای که دوباره این خیلی مهمه که مردم بدونن اینه که اگر قراره ایران بره آمریکا در یه سری شرایطی که حتی وزیر خارجه هم اینو در سخنرانیش گفت، اگه قراره بره با اینا صحبت کنه، مثل مدل کابینه آقای اوباما نیستش که پوان بدن به دولت. اگر ترامپ در یه شرایطی که گفت اگه ایجاد بشه صحبت کنه، قراره بره راجب منافع مشترک صحبت کنه و هشدار به جمهوری اسلامی بده که دست از حمایت از تروریسم در منطقه دست بردار، این پولایی رو که گرفتید واسه مردم خرج کنید نه واسه کارهای غیرقانونی، و این شورشیا رو تقویت نکنید در منطقه. و همینطوری که میدونید رئیس جمهور آمریکاست، امنیت ملی آمریکا در اولویت اولشه. و این برمیگرده به این داستان ویزا که خیلی از میدونم ایرانیای عزیز ناراحتن که چرا اجازه نمیدن، یا این ترابل بنی که هست و خیلی از آمریکایی‌های ایرانی تبار میدونم، حتی جیسن رضاییان همون خبرنگار معروف واشنگتن پست در یه
مقاله‌ای بهش اشاره کرده بود که اینا، و آقای پامپئو گفت ما هر ایرانی که آمریکایی دوسته و یه سری مشخصاتی داره خیلی دوست داریم که بیاد به آمریکا کمک کنه، در کنار ما باشه، ولی امنیت ملی اینا حرف اولو میزنه. اول باید میکشور کنن. اگه یادتون باشه زبان آقای اوباما هم به یه سری از اشخاصی که در دولت جمهوری اسلامی هستن گرین کارت دادن و این مسئله آمریکا رو خیلی نگران کرده، یکی از دلایل ترابل بنم به خاطر همینه. بسیار هم عالی. البته خب طبیعتاً آسیبی که ترابل بن به جامعه ایرانی میزنه اونقدری نیست که به ایران میزنه، اونقدری نیست که هر روز حکومت اسلامی داره به ایران میزنه. درست. اگر ترابل بن آقای ترامپ جلوی ورود یک گروه خاص یا محدودی، حتی ممکنه خانواده خود منی که در امریکا زندگی میکنم مشمول این قضیه بشن، یا ایرانیانی در اروپا مشمول این قضیه بشن، اما فشاری که به ایران بابت این قضیه میاد در قبال فشاری که هر روز به واسطه سیاست‌های مدنی و داخلی جمهوری اسلامی، هیچ کاری به خارجش هم نداریم، داره به مردم ایران میاد، هیچ نیست. و فکر میکنم اگه کسی واقعا دغدغه ایران و ایرانی رو داره، به جای اینکه نگران ورود و خروج بخش کوچکی از قشر مرفه جامعه به ایالات متحده آمریکا باشه، بعد به فکر نان شب میلیون‌ها ایرانی باشه که واقعا با سختی در تامین اون گرفتارند و نمیتونن کارو پیش ببرند. اما سرکار خانم، یه نکته بسیار مهم دقیقاً در همین فضا هست، یعنی نوع تبلیغاتی که گروه های مخالف آقای ترامپ، یا به عبارتی برخی از گروه هایی که نیاکه ها یا گروه هایی که نزدیک هستند به هر حال بدنه حکومت اسلامی یا مدافع اون هستن، انجام میدن تبلیغاتی که میکنن بر علیه اینکه جنگ قرار را بیفته، یا نمیدونم اینا میخوان لشکرکشی کنن. واقعا اینطوره؟ این تبلیغات از طرف این گروه ها چه دلیلی داره که انجام میشه؟ من واقعا میخوام دوباره از مردم تقاضا کنم که فکر نکنین قرار ایالات متحده با شما به جنگ بیاد. یه سری گروه های هوچی تبلیغاتی به خاطر اینکه یه سری پولای لابی بگیرن که یه وحشتی رو بین آمریکای ایرانی تبارا گذاشتن که مردم بیان بگن باشه یا ما به گروه شما اینقدر کمک میکنیم، بریم با اعضای کنگره صحبت کنید، اجازه ندین که خواهش میکنم آمریکا. و حتی شروع کردن دارن امضا جمع میکنن، خیلی جالبه، مثل این امضاهایی که تو در ایران برای استشهاد جمع میکنن. اصلا اینجوری نیست. مگه اولا با امضا جمع کردن کسی به جنگ میره به جنگ نمیره؟ مگه اینکه دولت جمهوری اسلامی در منطقه یک کاری بکنه که امنیت ملی آمریکا رو به خطر بندازه؟ در اون موقع همینطوری که میدونین در به اصطلاح چیزم هست، در سازمان ملل هم هستش که میتونه از خودش دفاع کنه، ولی آمریکا همینجوری قرار نیست پاشه بره جنگ را بندازه. پیشتر هم یک بار آمریکا این کارو کرده، در سال 1366 و 67، در 67 در حقیقت در تابستان سال 67 ورود آمریکا به جنگ دریایی با ایران که به نابود شدن ناوگان دریایی جنوب کشور هم در عرض کمتر از 3 هفته منتهی شد، به دلیل حمله نیروهای دریایی سپاه ایران به برخی نفتکش و بسته شدن موقت تنگه هرمز برای یک هفته، همین اتفاق افتاد. آمریکا وارد جنگ شد و ایران مجبور شد که قطعنامه رو بپذیره و دید که واقعا به قول قدیمی ها این سنبه پرزورتر از آن است که قدرت مقاومت داشته باشه. اما امروز مقامات نظامی ایران حرفای دیگه‌ای میزنن. امروز مقامات نظامی ایران حرف از تهدید مستقیم ایالات متحده آمریکا میزنن. آقای قاسم سلیمانی میگه آقا سپاه که هیچی، جمهوری اسلامی که هیچی، من خودم به تنهایی حریف تو هم آقای ترامپ قمارباز. این کجای قضیه است؟ آیا به راستی ترامپ به دنبال یک قمار بزرگ سیاسی در خاورمیانه هست، یا اینکه نه، این اونها هستند که پی جنگ افروزیان، این موشک هاست که ایران هوا میکنه و ممکنه بازتابی در داخل ایران داشته باشه؟ همینطوری که میدونیم وقتی که دو تا کشور با هم ارتباط خوبی ندارن، این جنگ های لفظی همیشه هست. حالا هم که مد شده، این جنگ های لفظی اومده روی رسانه های اجتماعی که الان تبدیل به توییتر شده که برای هم توییت میکنن. من واقعا اگه کسایی که دارن این مسائل رو خیلی دقیق بررسی میکنن، باید بدونن که اینا یه سری جنگ و جدال های لفظیه. اگه شما دقت کنین، هر نماز جمعه ما میبینیم که خامنه ای میگه که آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، آمریکا قدرتی نداره، در این شرایطی نیست، در سطح ما نیست. اینا اصلا مده که همیشه تو نماز جمعه علیه آمریکا، حتی هنوز شعارهای مرگ بر آمریکا را هم ما میبینیم که در نماز جمعه شنیده میشه. راجب قمارباز بگم یه نکته جالب، خود ترامپ نه مشروب میخوره، نه سیگار میکشه و نه قمار میکنه.
جالبه، درسته که قمارخونه داره ولی اصلا اهل قمار نیستش. کادامش دارن همین ندیده. و اگرم قمار کردن دیگران پول در میاره. بله، در صورت این اینم بگم، و اگه کار واقعا اگه یک روزی خدایی نکرده یه روزی باشه که قرار باشه ایران در یه شرایطی بگه که در شرایط جنگ قرار بگیر، فقط زمانی خواهد بود که اگه دولت یه کاری بکنه که امنیت ملی آمریکا یا منطقه در خطر. سرکار خانم ببینید، الان همین امروز حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی دو فروند موشک شلیک کردن، موشکایی که منو یعنی جهان میدونه، نه اینکه من و شما بدونیم، جهان میدونه. خانم نیکیلی آورده در سازمان ملل متحد اونها رو به نمایش گذاشته و نشون داده که اینها متعلق به ایران، ساخته شده در ایران و در اختیار روسیه قرار گرفته و تنگه بابالمندب رو بسته. یعنی اتفاقی افتاد که عربستان ترجیح داد برای مدتی برای جلوگیری از بروز یک چیزی که اونجور که عربستان گفته فاجعه زیست محیطی که بیش از 2 میلیون متر مکعب ممکنه نفت آتش بگیره یا در منطقه رها بشه، برای جلوگیری از این قضیه تا حصول اطمینان از امنیت مسیر کشتیرانی صادرات نفت رو محدود کرده یا قطع کرده. همین مسئله باعث به خطر افتادن امنیت ایالات متحده آمریکا به عنوان کسی میشه که اساس این نفت، بخش عمده‌ای از این نفت در جهان، قیمت و تاثیر مستقیمش رو در زندگی من و شما شهروند آمریکایی در امریکا میگذاره و دولت خودش رو موظف میدونه که این امنیت رو حفظ کنه. آیا میشه گفت که حکومت ایران با تحریک گروه‌های تروریستی مثل حوثی‌ها، مثل حماس در غزه، مثل حزب الله در لبنان، شرایط رو به سمتی پیش خواهد برد که این اتفاق بیفته؟ در حال آمریکا هم که ساکت نشسته، آمریکا هم اینتلیجنس داره در اون منطقه، تمام اطلاعات دائم جمع میکنن و به حال ما اینا رو در رسانه ها نمیبینیم، ولی آمریکا دائم داره با همتاهای خودش در منطقه صحبت میکنه، یه سری مقامای ارشد دائم به منطقه سفر میکنن، تمام این شرایط رو در نظر میگیرن، کوچکترین اگر اشتباهی از جمهوری اسلامی رخ بده اینا هم پاسخش رو خواهند داد. ولی من اینو میتونم بگم طبق تجربه‌ای که دارم و طبق صحبت‌هایی که کردم، داره آمریکا نهایت سعی خودش رو می‌کنه که از طریق اقتصادی و رکود اقتصادی بتونه کمر اونا رو بشکونه. همین بحث اقتصادی بخشش برمیگرده به ماجرای نفت. رئیس جمهور ایران میگه که اگر شما بخواید جلوی نفت، صادرات نفت ما رو بگیرید، هیچ نفتی از منطقه صادر نمیشه. این یعنی چیزی در حدود 50% تأمین انرژی جهان با خطر مواجهه. این بحث یک بحث امنیتی است دیگه، فقط یک بحث اقتصادی صرف نیست. آمریکا هم میدونه که اگر نفت ایران رو تحریم نکنه، در حقیقت شاهرگ حیاتی ایران رو، جمهوری اسلامی رو تهدید نکرده، چون بالغ بر 85% درآمد جمهوری اسلامی از محل صادرات نفته. پس بحث نفتی بحث امنیتی، آیا میتونه درگیری یا به عبارتی شاخ به شاخ شدن نظامی یا حتی گرفتاری های بزرگتر رو در منطقه ایجاد کنه؟ و بعد منطقه چه فکر میکنه؟ به هر حال اسرائیل یا کشوری مثل عربستان سعودی امروز در خط مقدم این درگیری با حکومت اسلامی ایران هست، اگرچه حالا در دوستی عربستان سعودی با مردم ایران هم ممکنه جای تردید و شک باشه، ولی به هر حال منافع ملی اونها امروز مغایر منافع ملی حکومت اسلامی هست. سوالم اینجاست که این فضا چگونه خواهد بود؟ آیا نفت فقط یک امر اقتصادی خواهد بود، یا اینکه نه در حوزه‌های سیاسی هم، در حوزه‌های امنیتی هم وارد خواهد شد؟ میتونه وارد شه. شما خودتون میدونین همه چی به پول و مسائل اقتصادی ختم میشه، ولی فقط هم تحریم‌های نفت نیست، قراره تحریم‌های دیگه هم باشه که قراره وارد به اصطلاح سیستم ایران بشه. همینطوری هم که گفتم آمریکا داره با همتاهاش صحبت میکنه، حتی با اینکه ما تو رسانه‌ها دیدیم که با اتحادیه اروپا به اونجوری به نظر رسید که همچین ترامپ زیاد باهاشون آبشون توی یه جوب نرفت، ولی بازم داره با اونا سعی خودش رو میکنه که یه سری مسائل و یه زمینه‌ای رو جور کنه که بتونه با کمک دوستاش کارهای ایران رو مهار کنه. پس این امکان پذیر هست. و بعد وقت آیا این در همکاری‌های نظامی هم بروز پیدا میکنه؟ به هر حال عربستان بزرگترین خریدار تسلیحات امروز دنیاست، بالغ بر 70 و چند بیلیون دلار در سفر اخیر شاهزاده این کشور به عربستان آقای ترامپ به اونها اسلحه فروخت. این اسلحه ها برای نمایش در رژه‌های سالانه که مورد استفاده قرار نمیگیره. هم درسته هم نه، چون که همینطوری که میدونین تمام این کشورها با خریدن این سلاح ها میخوان بگن که ما هم مطرحیم، ما هم سلاح ها رو داریم. ولی واقعا آیا فکر میکنید ارتش عربستان این آموزش رو داره که بتونه از این سلاح ها استفاده کنه؟ من فکر نمیکنم.
که ارتش عربستان بتونه این مثلا قدرت رو داشته باشه که بتونه بلک هاکای امریکایی رو بتونن این هلیکوپترهای نظامی رو این ور اونور ببرن یا بتونن از اونا استفاده کنن. یه مقداریش هم به خاطر به قول خودمون شوآف کردنه و جاه طلبی، نشون دادن که ما هم مطرحیم، ما هم آخرین تجهیزات رو خریدیم. به خاطر اینکه اگه یادتون باشه زمان کره شمالی شوخی بود که اصلا اینا هیچ کدوم از این تسلیحات نظامیشون کار نمیکنه، انقدر کهنه و قدیمیه که زنگ زده. اینا هم میخوام بگن که ما آخرین نوع این تسلیحات رو خریدیم و داریم، ولی فکر نمی کنم اون ارتش رو داشته باشه و بدون کمک دوستان همسایه بتونه اینا رو استفاده کنه. همین نکته بسیار مهمیه که خود مقامات حکومت اسلامی هم روش انگشت میگذارن و میگن که شاید ساختار لوجستیکی ارتش عربستان قوی باشه، اما ساختار نیروی انسانی ساختار ضعیفی خواهد بود. پس طبیعتا اگر بین ایران و عربستان سعودی جنگی در بگیره، یا عربستانی ها باید با استفاده از نیروها و مستشاران آمریکایی جنگ رو پیش ببرند، که باز همون میشه که خب آمریکا با ایران وارد جنگ شده، به هر حال سرباز آمریکایی در جنگ هست، یا اینکه این جنگ مغلوبه خواهد شد به نفع ایران و بالاخره این توان دفاعی موشکی که ایرانی ها از اون همین روز گذشته با رونمایی از موشک هوا به هوای فکور که برای جنگ های رزمی آسمانی طراحی شده پرده برداری کردن. در همینجا این سوال برای من مطرح است که آیا قدرت دفاعی ایران قابلیت مقابله با توانمندی های نظامی بین المللی رو داره؟ یا اینکه اون چی که رهبران جمهوری اسلامی میگن فقط قلو بیش از اندازه و دروغه؟ همیشه وزیر دفاع آمریکا آقای ماتیس هم میگه که هیچ وقت دشمن تو دست کم نگیر. هیچ وقت ما نباید در این بازی بگیم که ایران این قدرت رو نداره. خب این چند ساله در دیدیم که سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ای که سلیمانی هم کرده همیشه صحبت کرده که چطوری در این مقطع خیلی پیشرفت کردن و پیشرفتم کردن. ولی در چه سطح و کجا و قرار اینا میگم دوباره تمام این بحثایی که ما میکنیم همش یه سری حرف و حدیثه، وارفه، چی بشه، اگه بشه، اگه خواهد شد. و این چیزی که به نظر من میخوام راستش از این بحثا یکم فراتر پیش بریم، جلوتر بریم و میگم این ترس جنگو بین مردم نندازیم. این ترس واقعیتش اینجاست که بخشش در جامعه تزریق شده و کوشش ما همین هست که همونجور که شما اشاره کردید بتونیم از این ترس بکاهیم و به مردم بگیم که آقای ترامپ جنگ طلب نیست تا جایی که شما میفرمایید. درست طرز میکنه؟ بله میگم. چرا خیلی تون میگیم؟ خیلی تون صحبت میکنه، ولی به خاطر اینکه جنگو دوست نداره. این بیزنسمنه، دوست نداره که نه سرباز آمریکایی بمیره و نه دوست نداره که پول اضافی خرج بشه و میگم داره نهایت سعیشو میکنه که اصلا واکنش ایشون گفتید که به آقای بوش و دولت آقای بوش کن هم یک دولت جمهوری خواه بود، واکنش منفی نسبت به جنگ در عراق بود. 100%. اگه یادتون باشه دائم در سی ان ان میومد، البته اون موقع سی ان ان ترامپو دوست داشت وقتی که بزنسمن بود، دائم میآورد و میگفتش که چقدر مخالفه و یکی از مخالفای سرسخت بوش بود اون موقع که رفته بود به جنگ با عراق. یعنی در اون سالهای 2003 ایشون از مخالفان جنگ عراق محسوب میشد. 100%. در مورد افغانستان هم همینطور بود. در مورد افغانستان هم همینطور بود و اگر میتونست راهی داشت که از افغانستان بیاد بیرون میومد، ولی وقتی که با ماتیس صحبت کرد و میدونین که مشاورای نظامی زیادی داره در کاخ سفید، اونا بهش پیشنهاد کردن که الان به این سری نمیتونی بیای و یه سری الان دارن سعی میکنن که به اون نیروهایی که همینطوری که داشتیم صحبتش رو میکردیم نیروهای نظامی افغانستان رو آموزش بدن که اونا بتونن روپای خودشون وایستن. خانم فرید، یک نکته بسیار مهم دیگه هم که برای من وجود داره این هست که اونچه که بودجه نظامی امروز ایالات متحده آمریکا در دولت آقای ترامپ هست بالاترین بودجه نظامی است که تا به حال تاریخ ایالات متحده آمریکا به خودش دیده. در وهله نخست. در وهله دوم آقای رئیس جمهور از طرحی رونمایی کرد که طرح نظامی جنگ ستارگان بود، یعنی تحقق برتری ایالات متحده آمریکا در عرصه فضایی نظامی در حقیقت، که خب اصلا یه فصل جدیدی در نوع ادبیات ارتش یا ادبیات ملتری هست. سوالم مشخصا اینجاست که آیا اینها نشان می‌دهد که هنوز آقای ترامپ در کرسی قدرت هم همان مرد ضد جنگی است که روزی در سی ان ان مهمان برنامه‌های مخالفت با جنگ عراق در
سالهای 2003 میشد. وقتی که ما راجع به بودجه وزارت دفاع صحبت میکنیم، وزارت دفاع کلی هم افراد غیر نظامی داره. فقط یه چیزی حدود 5% فکر کنم اگه اشتباه نکنم از تمام سربازا میرن به جنگ، بقیه کارهای مختلف دارن انجام میدن، کارهای آموزشی میکنن، واسه کارهای بشر دوستانه میرن. مثلا اگه زلزله سیل در اندونزی میشه، سربازای آمریکایی میرن کمک میکنن، در افغانستان میرن برای گروه های بازسازی. صرفا این بودجه نظامی فقط واسه جنگ و جدال صرف نمیشه، واسه خیلی کارهای بازسازی، نوسازی، نوآوری هم میشه و یه مقدار زیادیش هم الان ارتش داره تو بخش اینتلیجنس در قسمت سایبر داره خرج میکنه که بتونه این سایبر اتک ها رو، این حمله هایی که از طریق سایبر میشه رو جلوش رو بگیره. یه مقداری زیادی از این بودجه هم به اون میره. بسیار عالی. فراموش هم نکنیم که بزرگترین دستاوردهای امروز جهان که دستاوردهای علمی جهان هستند هم روزی پروژه های نظامی بودن. همین اینترنتی که ما استفاده میکنیم، جی پی اسی که ما استفاده میکنیم، مکانیاب بین المللی که اجازه حمل و نقل ها، سفرهای هوایی و مسافرت های هوایی رو به همه ما داده، همه اینها 20 سال پیش 30 سال پیش بخشی از پروژه های نظامی پنتاگون بودن که با همین جور بودجه های اداره میشدن. سری بزنیم به بازار اقتصاد، وضعیت آب و هوا در ایران و چهار گوشه جهان و برگردیم با سرکار خانم مهتاب فرید، روزنامه‌نگار و پژوهشگر سرشناس ایرانی آمریکایی. با شما بخش پایانی برنامه امشب رو همراه باشیم. فرکانس های جدید شبکه جهانی اندیشه. گلکسی 19 در آمریکا و کانادا. هاتبرد در ایران و اروپا. یوتلسات در ایران و اروپا. جهت اطلاعات بیشتر به سایت اندیشه.تی‌وی مراجعه فرمایید. همچنان بیننده برنامه چشم‌انداز هستید از تلویزیون اندیشه. سرکار خانم مهتاب فرید، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی آمریکایی و از محققان و پژوهشگران حوزه‌های ارضی سیاست بین‌الملل همراه ما هستند که در این برنامه در خصوص اونچه که رویدادهای روز پیرامون رابطه ایران و آمریکاست با هم به گفتگو می‌نشینیم. خانم فرید، اشاره کردید به بخشی از صحبت آقای پومپئو و اینکه این تحریم‌های اقتصادی
همین الان جلوه این تحریم‌های اقتصادی هنوز اعمال نشده در ایران وجود داره. آقای ترامپ گفتن که، آقای روحانی گفتن با دم به شیر بازی نکنین، قیمت دلار یهویی از 8000 تومان رسید به 10000 تومان. این اوضاع اقتصادی ایران به چه سمتی پیش میره؟ آیا واقعا هرچه این تحریم ها سنگین تر میشه بار رو دوش مردم بیشتر میشه؟ دلار 10000 تومانی چه تأثیری در زندگی مردم ایران داره؟ متاسفانه وقتی که وضع اقتصادی خراب میشه اولین فشار روی مردم میاد، ولی این فقط تقصیر آمریکا هم نبوده. اوضاع اقتصادی ایران قبلش هم خراب بود، قبل از حتی وقتی که تحریما رو آقای اوباما برداشتن بازم ما دیدیم که وضع اقتصادی ایران بهتر نشد. و اتفاقا یکی از اعضای فکر کنم وزارت خارجه بود در دیروز در کنگره گفته بود که کاری که آقای اوباما کرد وضع ایران رو بدتر کرد، چون با کاری که کردن و این تحریما رو برداشتن و این ارتباط رو برقرار کردن مشروعیت داد به جمهوری اسلامی و باعث شد که اونا خیلی بدتر رفتارشون بشه و از کارهای قبلیشون دست بر ندارن. مطمئناً به مردم صدمه میزنه. خیلی متاسفم، کاش یه راه بهتری بود، ولی به نظر من از جنگ رفتن بهتره این فشارهای اقتصادی. و یا امیدوارم که به یه جایی خود حکومت این سر عقل به اصطلاح بیاد و دیگه این کارا رو نکنه، به اصطلاح دست از این همکاریاش برداره. همین مردم در کوچه و خیابان همین امروز هم اعتراض دارن، از مالباختگان تا رانندگان کامیون، از مردم مناطق مرزی که با مشکلات متعدد روبرو هستن تا مردم در شهرهای استانهای زرخیزی مانند خوزستان و یا بوشهر در جنوب ایران که واقعا از نبود آب دارن رنج میبرن، سیستان و بلوچستان، هر گوشه ایران رو که نگاه کنیم صدای اعتراض به گوش میرسه. از مرفه ترین شهرها در پایتخت یا سایر مناطق مرفه نشین و شهرهای بزرگ ایران تا حتی روستاها و قصبات کوچک ایران این صدای اعتراض مدنی بلند و در کف خیابان به گوش میرسه. چیزی هم نیست که مثل دوران من رو دورانی که من در ایران دست کم زندگی میکردم بیشتر در تاکسی در حد شایعه رد و بدل میشه. واقعیتی است که امروز درسته. جدی هست. آقای روحانی میگه که آمریکا کور خونده که بتونه مردم ایران رو علیه حکومت ایران بسیج کنه. آقای ترامپ و آقای پومپئو میگن ما هدفمون حمایت از صدای آزادی خواهی مردم ایران و حمایت از همین مردمی است که اعتراض کردن و خواهان این هستن که حکومتشون به اونها توجه کنه یا تغییر رفتار بده، یا واقعیت ماجرا اینجاست که حکومت ایران تغییر کنه اگر بخوایم خیلی بیرو در وایسی و بدون اون گرفتاری های دیپلماتیکی که آقایون در وایت هاوس باهاش مواجه هستن منو شما صحبت کنیم. این تغییر رفتار با فقیر کردن مردم ایران امکان پذیره؟ این سوالیه که به طور خیلی جدی مطرحه. نیاکی ها از اون سمت همیشه به این میگفتن که نه، این فشاری که شما دارید به مردم میارید مردم رو ضعیف میکنه، ساختارهای مدنی رو هم ضعیف میکنه، جناح انحصار طلب قدرت در ایران رو هم جذب میکنه و اون فرایند مدنی که باید به دموکراسی منجر بشه از بین میره. اما امروز ما شاهد این هستیم که مردم فقیرتر میشن و البته صدای اعتراضشون هم بلندتر میشه. خیلی نکته جالبی گفتید. حالا شما بخش اقتصادیشو گفتید. حالا اصلا فرض گیریم که تمام این تقصیرها هم اتفاقایی که شکست اقتصادی که ایران باهاش مواجهه به خاطر تحریمایی که روشونه. ولی کسی هم صحبت نمی‌کنه به خاطر اینکه 40 سال ایران از به اصطلاح جامعه بین‌الملل منزوی بوده، نتونسته اون فرایندایی رو که مثلا من یه تحقیق می‌کردم راجع به اصطلاح انگشت‌نگاری دیجیتال که چطوری ایران هنوز نتونسته این سیستم رو اونجوری که باید و شاید به خاطر اینکه یه سری وسایلش تحریم بود نمیتونست از خارج بخره، و کسایی که رو این پروژه تحقیقی داشتن کار می‌کردن خیلی طول کشید که بتونن اینو به انجام برسونن. ولی ایران حتی اجازه نمیده که مردم، حالا اصلا این مسئله اقتصادی به کنار، زنها اجازه ندارن برن تو استادیوم بشینن، اجازه ندارن اونجوری که دوست دارن لباس بپوشن، اجازه ندارن، یه روزنامه نگار نمیتونه واقعیت رو بنویسه. اینا ربطی به اقتصاد نداره. حتی مردم ایران این آزادی های خیلی به قول خودمون بیسیک و اولیه رو هم ندارن. و اون صحبت هایی که ایشون اون روز وزیر خارجه آمریکا میکرد، گفت امیدواره که یه سری این فشارهایی که رو دولت میذاره حداقل یه سری این آزادی های اولیه رو بتونه برای مردم بیاره. از البته من این جواب رو دادم، نمیخواستم که طرفه برم از سوالی که شما میگم. من اقتصاددون نیستم،
ولی این متاسفانه به خاطر یه سری اعمال دولته که این کانسیکوئنس یا این نتیجه ها رو به وجود آورده. همین نتیجه ها در زندگی روزمره مردم ایران وجود داره. بله بفرمایید، شما کاملا درسته. در دوران برجام هم وضع اقتصاد ایران نه تنها بهتر نشد بلکه روز به روز بدتر هم شد و به این نوعی درهای اقتصاد و درهای فرصت های اقتصادی به روی مردم بسته شد. یک بخش بسیار مهم فساد حکومتی است که آقای پومپئو هم به بخش از اون اشاره کرد، به نام آقای خامنه ای اشاره کرد و قریب به 95 میلیارد دلار ثروت ایرانی ها که در اختیار او هست و با امضای او جابجا میشه در ستاد فرمان اجرایی که زیر نظر او کار میکنه، به نام آقای صادق لاریجانی اشاره کرد و گفت شما حتی من دیوونه خطاب کنید ولی این مسخره است که کسی دزد باشه، قاتل باشه، نمیدونم فلان باشه، بعدم بذارنش به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور. تا چه اندازه این واضح نمایی این نکات میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه مردم رو خشمگین کنه؟ از یک سمت هم گفته میشه مردم ایران انقدر در مورد این دزدی ها شنیدن که دیگه بی‌حس شدن، واکنشی بهش نشون نمیدن. درسته، کاملا فرمایشتون درسته. صحبت های ایشون یه مقداریش برای مردم ایران چیز جدیدی نبود، ولی ایشون به نظر من میخواست بگه که منم به عنوان وزیر اسمن اینا رو میدونم و اگه یادتون باشه گفتش که این به اصطلاح بیشتر شبیه یک دولت مافیاییه نه یه دولت واقعی، و میخواست بگه که من اطلاع دارم، من در جریانم، میدونم چه اتفاقی داره میگذره و یه جوری هم داشت غیر مستقیم به این اعضا هشدار میداد که مواظب به اصطلاح رفتارتون باشید. خانم فرید خیلی نکته مهمی اشاره کردید، گفتید حکومت ایران مانند یک حکومت ما، یعنی جمله‌ای که آقای پامپیو گفت این بود که حکومت ایران یک حکومت مافیایی است و نه یک دولت، بیشتر شبیه یک حکومت مافیایی است و نه یک دولت. آیا این جمله معنی این رو داره که ایالات متحده آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک دولت به رسمیت نمیشناسه؟ اگر این جمله رو در نظر بگیریم، دست ایالات متحده آمریکا در مجامع بین‌المللی برای اقدام علیه ایران در شورای امنیت، در سازمان‌های دیگر به مراتب بازتر خواهد بود. آیا نگاه وایت هاوس، نگاه کاخ سفید به حکومت ایران یک گروه مافیایی که قدرتی رو غصب کردن به جای اینکه یک دولت ساختار ساز باشن؟ من فکر کنم یه مقداری ایشون، چون که کاری که به اصطلاح جان کری کردن وزیر سابق ایالات متحده و آقای اوباما کردن و به دولت ایران مشروعیت دادن، ایشون میخواست با این صحبتاش بگه که نه، ما دولت رو به مشروعیت نمیشن، و بیشتر خطابش به مردم ایران بود. البته میدونی که در سپتامبر هم در حدوداً یه 2 ماه دیگه این اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد هست، اون ملاقات هم خیلی ملاقات های کلیدی خواهد بود. حالا ببینیم که آیا اینا تصمیم میگیرن با چند تا از اون مقامات صحبت کنن، یه صحبت های جدی داشته باشن، صحبت های 2 جانبه یا چند جانبه. اونا هم به اصطلاح ملاقات های مهمی خواهم بود که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو سرنوشت ایران. آقای پومپئو میگه که ما آمادگی برقراری ارتباط با دولت ایران رو در صورتی که شرایط 12 گانه که اعلام کردیم فراهم بشه داریم. آقای ترامپ میگه من منتظر تماس ایرانی ها هستم که سر عقل بیان و به من تلفن کنند و یک توافق خوب بکنیم. خیلی ها هم این زمزمه رو میکنن که همه این حرفایی که زده میشه یک پرده پوشی است برای مذاکراتی که ممکنه در آینده شکل بگیره. برخی ها حتی به نمونه کره شمالی اشاره میکنن. دغدغه‌ای که خیلی از ایران دوستان دارن که آقا نکنه یه وقتی آقای ترامپ که یک تاجر، یک بیزینسمنه، با اینا معامله کنه، دیل کنه، بگه حالا حقوق بشرم بی خیال دیگه، ما که دیگه عمیم و منافع ملت ما در آمریکا و هم پیمانان ما هم در خطر نیست در منطقه، حالا دیگه ملت ایران هم فراموش کنیم. آیا ممکنه واقعا مسیر تاریخ به این سمت بره که ملت ایران قربانی توافق تهران واشنگتن بشن؟ من امیدوارم که این اتفاق نیفته و به هر حال من با ارتش آمریکا و وزارت خارجه 16 ماه در افغانستان بودم و من اونجا به نزدیک از خودم دیدم که چطوری هر حمله و هر اتفاقی که میافتاد اینا سعی کامل رو میکردن که کوچکترین صدمه به آدمای بیگناه، بچه‌ها، زن‌ها اتفاق نیفته. و من واقعا میدونم که نیت آمریکا اصلا این نیستش که مردم آمریکا اتفاقی، مردم ایران اتفاقی بهشون بیفته و نهایت سعیش رو خواهد کرد. و وقتی راجع به این اولا مذاکره میگین، یه نکته جالبی رو خدمتتون بگم. طبق ما اخبار رو که دیدین در این چند سال اخیر، هیچ وقت جمهوری اسلامی شرایط
ایالات متحده را قبول نکرده. زمان کاندالیزا رایس، خانم کاندالیزا رایس گفتن که جمهوری اسلامی باید اورانیوم، غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه تا ما بیایم به مذاکره بشینیم. اگرم یادتون باشه احمدی نژاد گفت که من امنیت ملی رو به چند تا آب نبات نمیخرم بفروشم و یه جواب خیلی بی تفاوتی نسبت به خواسته ایشون دادن و هیچ جوری حاضر نشدن و فقط در دوره آقای اوباما بود که چون پوانای زیادی گرفتن حاضر شدن که پای مذاکره بشینن. و اگر یادتون باشه وقتی این سوالو فرماندار سابق کالیفرنیا در این ضیافت از ایشون پرسیدن که یه روزی رو میبینی که ایران و آمریکا سر یه میز بشینن، با یه حالت بادی لنگویجش خیلی جالب بود، یعنی گفت خب میشینیم اگه شرایط پیش بیاد، ولی یه جوری غیر مستقیم میگفتش که فکر نمیکنه اون شرایط آماده بشه که این دوتا بتونن بشینن سر یه میز و بشینن با اونا معامله کنن، معامله که حتما نخواهن کرد. بی نهایت ممنونم. به هر حال ما امیدواریم اتفاق نیفته، از یک سمت کسی رو مافیا نخونی و بعد با مافیا معامله نکنید. خواستگار خانم فرید، سپاسگزارم از اینکه ممنون از دعوت شما، خیلی متشکرم. از شما عزیزان هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید.